منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، اگر این نجات پرستی نیست، پس چه هست که فقط شهروندان عرب هستن که ممکنه تابعیتشون رو سلب بشه؟ بله، من با واژه نجات پرستی بسیار بسیار مخالفم، به خاطر اینکه یهودیان و اعراب از یک نژاد هستند، هر دو نژاد سامی هستند. مسئله ملیت هست. یک نبردی در منطقه وجود داره در کرانه باختری و سرزمین اسرائیل که فلسطینیان میگویند مال ماست، یهودیان میگویند مال ماست. یکی به سابقه تاریخی استناد میکنه، 3000 سال پیش که حضرت داوود پادشاه این سرزمین بود، و اعراب فلسطینی به سابقه اقامت خودشون در اینجا. و قبول آقای امیر، اصلا بذارید بحث اعراب و اسرائیل رو فعلا بذاریم کنار، در مورد خود شهروندان اسرائیلی که پاسپورت اسرائیلی دارن، حالا چه عرب هستن چه یهودی، صحبت بکنیم. این قانون میگه اونهایی که عرب هستن میتونن شهروندیشون رو از دست بدن. شما بهتر از من میدونید که سلب تابعیت در اساس قوانین بین المللی هم حالا تفسیرهای مختلفی واسش وجود داره، ولی میگن غیر قانونی هست. و بعد یک تبعیض روشن هست، چرا در مورد یهودیان اجرا نشه همچین چیزی؟ بله، تبعیض هست، تبعیض ملیتی هست، ولی نه تبعیض نژادی. این رو خواستم توضیح بدم. و دیوان عالی عدالت اسرائیل هم رد کرده، گفته که شما نمیتونید تابعیت فردی رو که در این سرزمین به دنیا آمده و در این سرزمین سکونت میکنه سلب بکنید. من اشاره میکنم به اقدام زندنام یسخاک رابین که وزیر دفاع اسرائیل بود و دستور داد که 400 نفر از سران و تلاشگران گروه حماس رو جمع بکنن و تبعید بکنن به خاک لبنان. دولت لبنان اجازه ورود به اونها رو نداد و اونها ماهای متمادی در جنوب لبنان ساکن بودند و یک زیان تبلیغاتی و دیپلماتیک به اسرائیل وارد آمد، تا بالاخره دیوان عالی عدالت اسرائیل رأی داد که اونها باید به این سرزمین بازگردند. این تبعیض هست، ولی وقتی که یک اسرائیلی یک فلسطینی رو میکشه و موارد بسیار معدودی جریان داشته، اون ظاهراً برای دفاع از خودش و خانوادهش این کار رو کرده. ولی وقتی یک جوان 13 ساله فلسطینی چاقو به دست میگیره و میآید و به یک مأمور اسرائیلی حمله میکنه، یا یک شهروند اسرائیلی یک دختر جوان، یک مادر پیر حمله میکنه، این قصد نابودی اسرائیلی ها رو داره. این بر عهده دادگاه هیئت منصفه باید باشه دیگه، نه؟ یعنی قانونگذار نمیتونه با پیش فرض این که چون طرف عرب تبار هست احتمالاً اگر حمله بکنه چنین قصدی داره قانون بذاره. میتونه فرض کنه اینجا در ایالات متحده بگن هر کسی که مثلا حمله مسلحانه کرده، اگر ایرانی تبار باشه، باید گذرنامه آمریکایش ازش بگیریم. عجیب خواهد بود دیگه. اسرائیل میخواد خودش رو در کنار کشورهای دموکراتیکی مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای اروپایی نشان بده، ولی رفتارش در موارد اینچنینی سوال برانگیزه. آقای فرزاد، من ترجیح میدم که بگم دولت اسرائیل و نه کشور اسرائیل. صحبت از دولتی است که اکثر گروهاش راستگرا و برخی راستگرای افراطی هستند. اونها میخواهند که از قدرت دیوان عالی عدالت اسرائیل و اصولا قوه قضایی کشور بکاهند و عملا اون رو فلج بکنند و بتونن سیاست سختگیرانه تر و شدیدتری رو علیه فلسطینیان اعمال بکنند. ولی در نظر داشته باشید که همین یک عرب تابع اسرائیل بعد از 40 سال زندان به علت کشتن یک سرباز اسرائیلی وقتی آزاد شد، خیلی ها جشن گرفتن و این موجب ناخردندی شدیده، چون اعراب اسرائیل 1,400,000 نفر معمولا اینها به اسرائیل وفادارن. اعراب دروزی در ارتش اسرائیل خدمت میکنن و نه فقط خدمت میکنن، بلکه به درجه سرتیپی و سرلشکری هم رسیدن. همین پریروز که یک نگهبان اسرائیلی کشته شد توسط یک جوان 13-14 ساله عرب به ضرب چاقو، این جزء قبائل بدوی شمال اسرائیل که 300 نفر از اونها در ارتش اسرائیل خدمت میکنن. الان بحث شدیدی در اسرائیل وجود داره و تلاش میشه که
به یه ترتیبی به توافق برسد. مسلماً تبعیض هست، ولی تبعیضی که اینها استدلال میکنن که از روی امور امنیتی و نیازهای امنیتی به اون دست میزنن. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما.